نزدیک به 2 دهه قربانیان و خانواده کشته شدگان و مجروحین حملات تروریستی جمهوری اسلامی در اکتبر 1983 علیه مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت و عملیات تروریستی خبار عربستان در جوان 1996 که توسط حزب الله لبنان انجام شد و طی آن صدها آمریکایی کشته و مجروح شدند، برای مجازات مسئولین این جنایات تلاش می‌کردند، تا اینکه در سال 2003 دادگاه فدرال واشنگتن پس از شنیدن نظر کارشناسان و بررسی اسناد رسمی دولت آمریکا طی حکم اعلام کرد که جمهوری اسلامی با پشتیبانی مالی و لوجستیک از حزب الله و دخالت مستقیم در این عملیات تروریستی مسئول پرداخت غرامت به قربانیان است. در سال 2007 دادگاه فدرال طی حکم جدیدی میزان غرامت را 2,650,000,000 دلار تعیین کرد. از آن پس قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی به دنبال شناسایی و ضبط اموال رژیم ایران در آمریکا بودند. در سال 2008 مشخص شد که بانک مرکزی ایران نزدیک به 2,000,000,000 دلار اوراق قرضه آمریکایی خریده که در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شوند. به حکم دادگاه این دارایی‌ها بلوکه شد تا تکلیف آن معلوم شود. اما از نظر قانونی شهروندان آمریکایی نمی‌توانستند علیه دولت‌های دیگر شکایت کنند، تا اینکه در سال 2012 کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که طبق آن شهروندان آمریکایی قربانی تروریسم می توانند علیه دولت‌های حامی تروریسم من جمله جمهوری اسلامی شکایت کنند و غرامت بگیرند. در طی این سال‌ها وکلای بانک مرکزی در آمریکا تلاش می‌کردند تا پول‌ها را آزاد کنند. سرانجام 20 آوریل 2016 دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که قانون کنگره با قوانین قضایی آمریکا تضادی ندارد و قابل اجراست. بدین ترتیب همه موانع برای پرداخت این 2,000,000,000 دلار به قربانیان برداشته شده است. بالاخره این رأی صادر شد و چیزی که این وسط پنهان مونده، حالا امروز در ایران همه دارن دعوا میکنن که این 2,000,000,000 دلار برد، 2,000,000,000 دلار رو برد اونجا. اما من فکر میکنم سوال اول و مهمتر از اون اینه که این دادگاه و رأی نهایی اون نشون میده که جمهوری اسلامی در طول این سالها فعالیت تروریستی میکنه که قربانیانی داره و قربانیانش در یک سیستم قضایی بی‌طرف تونستن برنده ماجرا بشن. کسی در مورد این صحبت نمی‌کنه، حتی خیلی از این رسانه‌ها هی دارن حرف 2,000,000,000 دلار رو می‌زنن، فراموش می‌کنن که شاید اجرای همون عملیات‌های تروریستی به مراتب هزینه‌های سنگین‌تری رو برای کشور متحمل کرده باشه. بله، خب یکی نکته مهمی که هست همینه که شما فرمودید. خب اصل قضیه اینه که بالاخره جمهوری اسلامی تو این 36-37 سال اگه از گروگانگیری سفارت آمریکا که چه هزینه گزافی برای این کار داد، میلیاردها دلار، فکر کنم 2,500,000,000 دلار دادگاه لاهه بعد از اون گروگانی پایان گروگانگیری از اموال دارایی‌های ایران رو به شاکیان آمریکایی داد بعد از آزادی گروگان‌ها و قرارداد الجزایر. و این رفتارهایی که جمهوری اسلامی در این 36 سال کرده، اعمال تروریستی متعدد در سراسر جهان در قاره‌های مختلف جهان که انجام داده و کشت و کشتاری که در منطقه داره میکنه، خب اینا هزینه داره، راجع به این کسی صحبت نمیکنه. یکی از اونها بمب‌گذاری سال 83 و خبار عربستان در 96. این یه نکتشه که بالاخره این رفتار جمهوری اسلامی هزینه داره و تردید نباید کرد. این کاری که الان امروز داره میکنه جمهوری اسلامی، این قتل و کشتاری که در سوریه داره انجام میده، نسلن در نسل باید پاسخ بدن. حالا یه عده سکوت بکنن، هیچی نگن، موقعی که زمان پاسخگویی عجیب مردم مثل این 2,000,000,000 دلار پول مردم. این یه نکته. نکته دوم، این مسئله فقط اینجا نیست، مسئله این نیستش که ببینید یه قانونی هست که نمیتونستن علیه دولت‌ها شکایت بکنن، خسارت بگیرن در آمریکا. این قانونی که کنگره گذروند در 2012 فکر کنم بند 503 که مربوط به اینه، یعنی قانون تحریم بود، اینم جزوش بود. اینو حالا که دیوان عالی گفته که تایید کرده، دیگه بالاتر از این مرجعی نتیجه‌اش میشه. حالا یه بخش حقوقی داره که اینجا امیدوارم که هموطنان حقوقدانمون بیان بررسی کنن که آیا با تایید دیوان عالی میتونن ایرانی ها هم شکایت بکنن از جمهوری اسلامی، نه برای پول، برای دادخواهی. یکی،
دوم برگردیم به مسئله یعنی ابعاد سیاسیش میتونه فوق‌العاده باشه. مهمترینش نظر مالی اینه که ببینید الان قربانیان تروریست جمهوری اسلامی یکی دوتا که نیستن، که هزاران نفره. اینها یه سریشون شکایت کردن، قبلا حکم دادگاه ها رو گرفتن، میلیاردها دلار میخوان، بقیه هم وارد خواهند شد. حالا اینا دنبال پول میگردن. اگه پول در سیستم آمریکا باشه که ضبط خواهند کرد، بعد دید که آیا میتونن با استفاده از حکم دیوان عالی در خارج هم دنبال پولا برن. ولی نکته مهمش اینجاست، الان اگه دقت کرده باشید بعد از برجام یه بحث بسیار کلی هست که حتی پولای جمهوری اسلامی که تو خارج رو نمیتونن بگردن ایران. اون 100 میلیاردی که بلوکه شده بود آزاد کردن. چرا؟ چون اینا به دلاره. وقتی دلار رو شما میخواد تبدیل به هر پولی بکنید، این از سیستم مالی آمریکا عبور میکنه. یه معامله، هر معامله‌ای بخواد شما به دلار بکنید، از سیستم مالی آمریکا عبور میکنه، بهش میگن یوتر. حالا شما تصور بکنید یه پولی از جمهوری اسلامی بخواد یه روزی استفاده از این یوترن بکنه، یعنی یونایتد استیت ترن، بیاد اینجا بگذره از سیستم مالی، یعنی به دلار انجام بشه، بلافاصله ضعف خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی الان که التماس دارن میکنن ظریف و کی و روحانی که آقا این مسئله استفاده از دلار رو حل کنید، یوترن رو حل کنید، ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، حکم دیوان عالی تا چشمانداز قابل تصور چیکار خواهد کرد؟ جلوی عبور هر گونه پول جمهوری اسلامی از سیستم مالی آمریکا رو خواهد گرفت. یعنی از 100 تا تحریم بدتره. ببینید من حرف خود حسین موسویان رو که امروز صبح گفته، چون اینو قبلا ما هم میگفتیم، میگفتن نه، حرف موسویان رو من براتون بخونم. در مصاحبه با سایت انتخاب امروز میگه که بعد از انقلاب دادگاه‌های آمریکا ایران را به اتهام دخالت در عملیات تروریستی به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار محکوم کردند. با هر گردش یوترن اکنون ممکن است پول ایران در بانک‌های آمریکا بلوکه شود. این حرف حسین موسویانه. یعنی ابعادش باور نکردنیه. ضربه‌ای که میزنه، یعنی پیامی که به سرمایه‌گذاران خارجی داره، به اعتقاد من بسیار مخرب علی جمهوری. یعنی من فقط یه بار هم دعوا کنم. آقای دایی عزیزم، من فقط یه بار اینو با شما یه بار من بهتر بفهمم. الان اگر ما به ژاپن نفت بفروشیم و ژاپن بخواد پولش رو از طریق بانک مرکزی ژاپن مثلا بریزه به حساب بانک مرکزی ایران، مثلا هزار دلار، این هزار دلار بعد بیاد در سیستم بانکی آمریکا و بره بیرون و میشه اینجا که وارد سیستم بانکی آمریکا بشه، بلاک بشه و نگه داشته بشه. ببینید یه مثلا، طبق قوانین تحریم آمریکا که هنوز پابرجا، تحریم‌های مربوط به تروریسم، نقض حقوق بشر، موشکی و هزار تا چیز دیگه که پولشویی نمیدونم فلان، جمهوری اسلامی به هیچ وجه حق نداره از سیستم مالی آمریکا استفاده کنه، به هیچ وجه. حالا اولا سیستم مالی جهانی اینقدر به هم پیچیدن، بانک‌ها اینجا شعبه دارن، بانک‌های بزرگ اروپایی اینجا شعبه دارن، اونجا شعبه دارن، شما نمیتونید اصلا این سیستم رو هم جدا کنید، بگید سیستم مالی اروپا با آمریکا متفاوته. برای همین بانک‌ها میترسن، چون ممکنه یه جوری گوشش بخوره به سیستم مالی آمریکا. دوم، یکی از نتایجش همین دلاره، پولی که ایران داره الان به دلاره باید تبدیل بشه، باید از اینجا یوترن بشه، معامله بگم باشه حالا ما نفتمون رو می‌خوایم به یورو بفروشیم، از اول میان به یورو میفروشیم، میتونن بکنن. ولی شما که نمیتونید در دنیای بزرگ سرمایه گذاران امروز رو که تکنولوژی داره، طرف میخواد بیا سرمایه گذاری کنه، میخواد از جنرال الکتریک پمپ نفت بخره ببره تو ایران بکنه، خب بالاخره به دلاره دیگه همه اینا. اصلا چجوری میتونید جدا کنید از هم؟ که چی؟ که نمیتونید یوترن رو استفاده کنید. یعنی سوا این که حتی آقای اوباما گفت آقا استفاده از سیستم بانکی آمریکا رو فعلا فراموش کنید، در چشم‌انداز بعد از این یه سال، دو سال، ده سال، تا زمانی که تمام این خسارت ها به قربانیان تروریسم پرداخت نشه، جمهوری اسلامی هر لحظه ای بخواد از یوترن استفاده کنه، سیستم مالی آمریکا استفاده کنه، این پولش ضبط خواهد شد. حالا میشه 50 سال دیگه، 20 سال دیگه. مرسی، ممنونم. نیکا هنگ عزیز، گفته های کارشناسانه آقای دایی رو با هم مرور کردیم. از اون سمت هم نامنگاری های ظریف و روحانی و امثال لهم و حرفا و موزگیری های علی خامنه‌ای و اینها که سعی میکنن تاثیر سیاسی بگذارن. به عنوان یک شهروندی که در امریکا زندگی میکنی، در پایتخت امریکا زندگی میکنی، در نزدیکی همون دادگاه فدرال هستی، در نزدیکی سوپریم کورت هستی، در نزدیکی وزارت امور خارجه هستی، مرتب پیگیری میکنی اخبار رو،
آیا مثل ایران که حالا یکی اون بالا نشسته باشه یه حکم یواشکی بفرسته، حکم حکومتی بفرسته و عوض کنه ماجرا رو، اینجا هم این دعواهای جناحی سیاسی حکم حکومتی و اینها روی رأی و نظر دیوان عالی آمریکا تأثیری داره یا نه؟ ببینید، یک نکته رو که باید بهش اشاره بکنیم، خب یکی تاریخچه کل این ماجراست که آقای عراقچی در جای اعلام کرده که این پول در دوره آقای خاتمی در حقیقت هزینه شده و اوراق قرض خریداری شده و بازی که داره الان انجام میشه در داخل تهران برای حمله سیاسی از این جناح به اون جناح به طور دقیق نیست. نکته دوم این که دادگاه ها در ایالات متحده برخلاف جمهوری اسلامی مستقلند و نکته جالبی که جمهوری اسلامی همیشه ادعا میکنه که ما دولت از سیستم قضایی استقلال داره و نمیتونه دخالت بکنه، که البته دیدیم خلافش هم میشه ثابت شده. اما در ایالات متحده وقتی حکمی رو دادگاه عالی سوپریم کورت در حقیقت تایید بکنه، بسیار 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 دشوار هست تاثیرگذاری برای تغییرش، چرا که سوپریم کورت همون جایی هست که انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 رو تحت تاثیر قرار داد و با اینکه گفته میشد آقای الگور رأی بیشتری رو آورده، اما نهایتا آقای بوش برنده اعلام شد به خاطر اون اختلاف آرایی که در ایالت فلوریدا بود. ممکن هست فرضاً انتظار داشته باشه جمهوری اسلامی که آقای اوباما یک حکم حکومتی به عبارتی صادر بکنه و بخواد کمک بکنه، اما به خوبی آقای ظریف که در دعوایی که با سناتور تام کاتن داشت میخواست قانون اساسی آمریکا رو به ایشون یاد بده، میدونه که در قوانین آمریکا وضعیت متفاوت هست. ممکن است دولت بخواد کاری بکنه که یک چیزی دیرتر انجام بشه، اما در ساختار قضایی این مسئله بسیار بسیار دشواره. نکته دیگر این که هم آمریکا و هم کانادا سیستمی رو الان دارن که شهروندان امکان شکایت از کشورهایی که حامی تروریسم هستن یا مجری تروریسم هستن رو در حقیقت به دادگاه ها ببرن. این مسئله باعث میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی آمریکایی یا ایرانی کانادایی که عزیزی رو از دست داده اند بخوان حتی شکایتی رو مطرح بکنن و این میتونه باعث فشار بسیار زیاد به جمهوری اسلامی بشه، چیزی که هیئت گفتگو کننده ایرانی به نظر من در گفتگوهای هسته امیدوار بود چنین چیزی کاملا کتمان بشه و مختومه بمونه، اما این واقعیتی است که وجود داره و به نظر من میتونه دردسرهای بسیار زیادی رو ایجاد کنه. البته باید این رو در نظر بگیریم که خیلی از ملت‌ها مثل آمریکایی‌ها نیستن که پیگیر نقض حقوق هموطنانشون تا آخر باشن. متأسفانه خیلی از مردم ما بی‌توجه بودن به کشتارهایی که در دهه 60 انجام شد، کشته شدن هموطنان اهل سنت، بهایی، اقلیت‌های دینی و گروه‌های مختلف سیاسی، اقلیت‌های جنسیتی، و اگر هموطنان ما بخوان مشابه در حقیقت آمریکایی‌ها اقدام بکنن، مطابق شهروندان آمریکایی رفتار بکنن، به نظر من دولت جمهوری اسلامی رو آسوده نخواهند گذاشت. خیلی نکته مهمی است. آقای دایی هم به این مسئله اشاره کردن، آقای کوثر شما هم اشاره کردید، اما نکته‌ای که آقای دایی شاید بیشتر از هر چیز دیگری این وسط وجود داره این هست که این سرآغاز یک سلسله دادگاه‌هایی میتونه باشه که بعد از این به وقوع خواهد پیوست. شاید دعوا در ایران سر این که این غرامت رو چه کسی اونجا گذاشته بود، این پول رو که حالا غرامت گرفته بشه، از همینجاست که یکی از این دولت‌ها بخوان شانه خالی کنن از زیر باری که احتمالاً دعواهای بعدی به همراه خواهد آورد. حدس من درسته یا شما فکر می‌کنید که یک دلیل دیگری میتونه داشته باشه؟ ببینید، خب تو جمهوری اسلامی که اگه بیام به اصل ماجرا، بلاخره خب ما چیکار کردیم که ما رو محکوم کردن؟ حتی در اون دادگاه اولی که در مورد دخالت جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی و محکوم شناختنش بود به عنوان مقصر، که جمهوری اسلامی شرکت نکرد. جمهوری اسلامی هم وقت که پولش رو بلوکه کردن، بانک مرکزی یه طرف دعوا بود و پتیشن یعنی لایحه شکایت شکوایی داد به دیوان عالی. دیوان عالی هم وقت که حکم میده اینجوری که عوض نمیشه که، این دیگه حکم نهاییه، شما باید برید به یه دلیلی یه پتیشن بدید، تازه دیوان عالی بررسی میکنه که اصلا بپذیره اینو یا نه، اگه پذیرفتم چند سال طول میکشه راجبش بحث بکنه. یعنی فعلا در چشم‌اندازی که ما میتونیم تصور بکنیم این قانونه دیگه، جای چیز نه. امروز هم دیدم بانکیمون
گفت ما به شرط ظریف به بانکیمون نامه نوشت، بانکیمون گفت ما به شرطی دخالت میکنیم که آمریکا بخواد. کاخ سفید هم جواب داد نخیر، این رأی دیوان عالی کاملا قانون، الان دیگه اصلا در موردش بحث نمیکنه. و جالب اینه که در جریان دیوان رأی دیوان عالی کاخ سفید حمایت کرده بود از پرداخت غرامت به خانواده، یعنی کاخ سفید خود آقای اوباما پشته. برای من اینا که تموم شد، جمهوری اسلامی اگه بیاد راجع به اصل مطلب صحبت کنه که آقا این جنایت که ما کردیم چی بوده، خب مطرح میشه که بقیه چی بوده، بقیه عملیات تروریست اونجا بوده، شما اونجا چیکار میکردی، رفیق حریری نخست وزیر لبنان رو چرا کشتی، تو آرژانتین چرا رفتی 85 نفر زن و بچه رو که مرکز فرهنگ یهودیان بودن و با بمب توسط حزب الله منفجر کردی، همین الان هاشمی رفسنجانی و ولایتی و وحیدی تحت تعقیبن، این کارا رو چرا کردی، چرا در سوریه قتل عام میکنی، این بحث ها مطرح میشه. میان چیکار میکنن، کی بود من نبودم، تقصیر تو بود، تو چرا پولو گشتی، چرا پولو رفتی گذاشتی، اصل مطلب رو نمیگن. و نکته هم که آقای نیکوهنگ گفت به نظر من نکته مهمیه. ببینید الان میتونن شکایت بکنن، اینجا مسئله غرامت نیست، اولا مسئله مجازات و اینا نیست. واقعش اینه که حتی آمریکایی ها رو من چند تا از این قربانیان رو دیدم، میگفتن آقا ما دادخواهی میخوام، ما عزیزانمون رو دست دادیم، بعضیشون فلج دائم شدن، اینا دادخواهی میخوان. حالا این مطلبی که آقای نیکوهنگ میگه که در کانادا و آمریکا میتونن شکایت بکنن الی جنایت، الی بشریت، الی جنایتی که حکومت کرده، ما هزاران شهروند ایرانی کانادایی داریم که اینا خودشون خانواده هاشون توسط این حکومت زجر دیدن، کشته دادن، زندانی دادن. واقعا الان میشه یک این رو یک واقعی که یه چی میگن تکانی بده به ایرانی ها، نه برای پول گرفتن، برای دادخواهی، که این ظریف نه اینجا دروغ بگه، راست بگه، دروغ بگه، لبخند بزنه، اینا شریک جرمن. می‌دونید این به نظر من خیلی مسئله مهمه. ممنونم آقای دایی. نیکوهنگ عزیز، مثلا آقای وحیدی سر همین پروژه آمیا وقتی وارد کرد کشور آمریکای لاتین شد، آرژانتینی‌ها، آقای وحیدی اون زمان ما وزیر دفاع ایران بود اگر اشتباه نکنم، وقتی وارد بولیوی شد آرژانتینی‌ها خواستن که او رو یا به آرژانتین تسلیم کنن یا از بولیوی اخراج کنن. آیا فکر می‌کنی اگر چنین پرونده‌هایی و چنین سیستمی ایجاد بشه، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی حتی در حین این دوستی با دنیای غرب از لحاظ سیستم قضایی آمریکا و دیگر کشورهای مستقل که داره سیستم قضایی مستقلت، ممنوع ورود به بسیاری از کشورها میشن؟ همونجوری که سال‌هاست علی خامنه‌ای از ایران خارج نمیشه، سال‌هاست علی فلاحیان خارج نمیشه، سال‌هاست اکبر ولایتی خارج نمیشه، سال‌هاست هاشمی رفسنجانی خارج نمیشه. آیا فکر می‌کنی این سرنوشتی است که در انتظار مثلا برخی از رؤسای جمهور آینده ایران و فعلی ایران در همین سیستم وجود خواهد داشت؟ طبیعتاً. ببینید اگر خاطرتون باشه اکبر هاشمی رفسنجانی به اجلاس سازمان ملل نمی‌رفت. و مسئله مهم این هست که ایشون اسمش در لیست کسانی بود که اینترپول میخواست بررسی بکنه پروندهشون رو، همینطور مقامهای دیگر به ویژه بعد از انفجار آمیا. و نکته جالب هست که برخی از مقامهای وزارتخانه های خارجه کشورهای بزرگی مثل بریتانیا و آمریکا هنوز امیدوار هستند که با استفاده از نفوذ افرادی مثل هاشمی رفسنجانی بتونن با ایران وارد گفتگو بشن. من این رو بارها در گفته های برخی از کسانی که با وزارتخانه های این دو کشور کار کردن در کلامشون شنیدم و بسیار مایه ناراحتی است که افرادی که ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق ایرانی ها و مسئول در قبال جان بسیاری بودند، هنوز به عنوان شریک سیاسی از منظر خیلی ها شناخته میشن و این خیلی باعث ناراحتی هست و این سیاست های دوگانه برخی از این کشورهای بزرگ رو هم نشون میده. مسئله مهم این هست که نقض حقوق بشر در چارچوب امروزی چه سیاست و چه حتی رسانه از دیدگاه شهروندان پنهان نمیمونه و در کشورهایی که دموکراتیک هستن هرچند ممکنه سیاست در بالاترین رده ها دربارش تصمیم گیری بشه، اما شهروندان امکان برخورد دارن. همین هفته پیش بود که خبرنگار نیویورکر سوالی رو در مورد نمایشگاه کارتون هولوکاست که در حقیقت کشته شدن بسیاری از یهودیان در دوره جنگ جهانی دوم رو زیر سوال میبره، راجبش از آقای ظریف سوال کرد. ببینید این مسئله نقض گسترده حقوق بشر بوده، قتل عام نژادی بوده، قتل عام
دینی بوده در دوره جنگ جهانی دوم به وسیله آلمان نازی و حالا شرکاش در اروپا و حالا در لهستان و در کشورهای دیگه. مسئله که باید بهش توجه بکنیم این هست که دنیا نمیخواد یک هولوکاست جدید تکرار بشه، حالا در هر موردی، و به همین دلیل حساسیت زیادی وجود داره. آقای ظریف وقتی که کتمان کنه هر گونه ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی با برگزاری یک نمایشگاه در تهران، نمایشگاه بین‌المللی که جایزه ارزی زیادی داره، نزدیک به 50,000 دلار، و البته هر انتقال پولی هم بایستی بانک مرکزی روش تصمیم گیری بکنه، و آقای دایی هم در مورد یوترن توضیح دادن که نهایتا این پول از فیلترهای آمریکایی خواهد گذشت. پس به عبارتی دنیا میدونه که جمهوری اسلامی توی این نمایشگاه هم به قول معروف سهمی داره، و کتمان آقای ظریف خوشبختانه از چشم رسانه هایی که بررسی کردن این حرف رو پنهان نموند. من به بلومبرگ سب نکاتی رو تذکر دادم که اونها در گزارش که ایلای لیک راجع به این مسئله نوشت مطرح شد، و به نظر من آقای ظریف که دقیقا یک سال پیش ادعا کرده بود که ما در جمهوری اسلامی کسی رو به خاطر عقایدش زندانی نمی کنیم، امروز در بسیاری از محافل آمریکایی هم سنگ روی یخ شده و زیر سوال خواهد رفت از این به بعد بیشتر و بیشتر، و کسانی که سعی کردن به قول معروف فرایند ماسمالیزاسیون رو در مورد ایشون رعایت بکنن که ما به عنوان لابی ایران ازشون یاد میکنیم، بسیار ساکت هستن در قبال حرفای آقای ظریف در ارتباط با مسابقه کارتونی که نقض حقوق بشر رو به عبارتی توجیه کرده. ممنونم نیکو. من فقط یک توضیحی اضافه کنم به صحبتهای تو. برگزاری دو سالانه کاریکاتور هولوکاست در ایران پیشنهادی از سوی آقای مسعود شجاعی طباطبایی مدیر پیشین مجله کیهان کاریکاتور که به پیشنهاد او و تصویب دولت در زمان آقای احمدی نژاد تایید شده و بعد هم بودجه لازم خودش رو با ردیف بودجه مشخصی از طریق خانه کاریکاتور از طریق وزارت ارشاد در جمهوری اسلامی دریافت میکنه. پس رسما بودجه این کاملا از طریق دولت آقای روحانی تامین میشه و چیز عجیب غریبی هم نیست. اگر که شما اطلاعات افزوده‌ای دارید بد نیست به این مسئله تکمیل‌تر بپردازید. بله، ببینید، خانه کاریکاتور مجموعه هست که در سال 1375 با کمک شهرداری تهران راه اندازی شد. خود من جزو هیئتی بودم که در واقع اون افتتاح کرد. ما اولین مسابقه دومین نمایشگاه کارتون و در حمایت از کودکان سرطانی و بنیاد محک رو در اونجا برگزار کردیم و بعد کلاس‌های رو اونجا راه اندازی کردیم. یک مرکز بی‌طرف عملا بود در قبال مسائل سیاسی. اما مدیری که در حقیقت در اونجا گذاشته شد آقای مسعود شجاعی طباطبایی است، یک کارتونیست برجسته منتها با گرایش‌های حکومتی که در دوره عضو سپاه پاسداران بوده و به واسطه رابطه بسیار قوی که با ساختار حکومتی داره تونست برای گرفتن بودجه برای خانه کاریکاتور همین بعد از ماجرای کارتون‌های دانمارکی این مسئله کارتون هولوکاست رو در واکنش ایجاد بکنه و بودجه بسیار خوبی چه از طریق دولت و چه از طریق نهادهای دیگر حکومتی ایشون بگیره. ببینید، خانه کاریکاتور درسته که زیر نظر شهرداری تهران هست، اما به هر شکل وزارت کشور میتونه روش نظارت داشته باشه، وزارت ارشاد میتونه روش نظارت داشته باشه، و چیزی در اونجا اتفاق نمیفته که وزارت ارشاد باش مخالف باشه. آقای مسعود شجاعی طباطبایی هم دقیقاً میداند که مسائل ارتباط در قدرت به چه شکلی هست و تونسته هم اون مرکز رو تبدیل به یک مرکز بسیار پولگیر از نهادهای حکومتی کنه و بودجه اونجا رو بسیار بیشتر بکنه و هم مجموع توجیهات لازم رو هم میدونه که چی هست. و به نظر من آقای ظریف در یکی به واسطه فقدان اطلاعات، دو به خاطر اینکه همیشه میخواد خرابکاری جمهوری اسلامی رو توجیه کنه، و سه به ذات یک دروغگو هست، یعنی ثابت شده که ایشون در دروغ گفتن خیلی راحت از کارش و بدون اینکه به قول معروف عرق کنه دروغ میگه. و به نظر من یکی از مسائلی که باعث شد که آقای ظریف در محافلی بسیار ضایع بشه همین دروغ اخیرش بود. ممنونم آقای کوثر عزیزم. آقای دایی، برگردیم به پروژه همین پرونده های در واقع تروریستی. همزمان با این اتفاق با یه فاصله زمانی خیلی کوتاهی
سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری های خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم حزب الله لبنان رو متهم به فعالیت های تروریستی کردن. خامنه ای هم که یادمون هست که آقای خامنه ای هم برگشتن گفتن که این کاغذ پاره ها بقیه، تحریم هایی که انجام شد و قطعنامه هایی که در این زمینه ارائه شد. جمهوری اسلامی حامی درجه یک حزب الله، حزب الله بازوی ترور در منطقه و جهان. امروز قبلا با هم در مورد این مسئله مفصل صحبت کردیم. آیا فکر میکنید از این به بعد هر رفتاری که یک عضو حزب الله لبنان سر میزنه هزینش رو در دادگاه های بین المللی و غرامتش رو در دادگاه بین المللی من و شما به عنوان ملت ایران باید پرداخت کنیم؟ خب ببینید، مسئله فقط غرامت که نیست، غرامت یه بخش کوچیکشه. ببینید جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای یه تئوری داره، یه استراتژی تو ذهن خودش داره، میگه آقا ما بدون دنده و ترمز بریم جلو، هم کشورهای منطقه هم آمریکا عقب میشینن. مثلا تو سوریه رفت جلو با تمام قوا و اینها، آمریکا هم ترسید دخالت کنه. واقعا آمریکا از این میترسید که چون جمهوری اسلامی سپاه قدس و همه حزب الله و همه اینا رو برده درگیر بشه. به همین ترتیب هم تو عراق کرد. این سیاست بدون دنده و ترمز بالاخره تا یه جایی میره جلو دیگه. مثلا سر هسته‌ای رفت جلو، چی شد نجاش؟ به جای رسید که تهدید شد برای امنیت همه اروپا و آمریکا، همه جمع شدن گریبان جمهوری اسلامی گرفتن، تحریمش کردن، دستاشو برد بالا، نرمش قهرمانانه که در منطقه که حزب الله بازوی اصلی سیاست‌های جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی این سیاست بدون دنده و ترمز و تخت گاز رو به قول خودشون 36-7 سال داشته میرفته، تا یه جا رسید که امنیت و بقای عربستان و یه سری کشور دیگه رو مورد تهدید قرار داد. اونا هم گفتن دیگه از این به بعد بسه. موقعی که عربستان در یمن وارد شد و در سوریه شروع کرد حمایت از گروه‌های مخالف اسد، البته نه در حد جمهوری اسلامی، چون ما میگیم جنگ نیابتی، اون ممکنه حمایت بکنه، جمهوری اسلامی دخالت داره اونجا، نیرو برده داره کشته میده. بماند این مسئله حزب الله هم که اینو تروریست اعلام کردن، اینم بخشی از همون مقابله است. یعنی به جای رسیده به اینجاشون رسیده به سطوح اومدن، میخوان مقابله بکنن. حالا نتایجش چیه؟ ببینید یه قلمش اینه، یه قلمش این سقوط قیمت نفت، بخش زیادش به خاطر کاری که عربستان کرده. راست؟ یعنی رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه باعث شد که عربستان دست به مقابله بزنه. یه بخشیش سقوط قیمت نفت از 100 دلار به 30 دلار. شما میتونید حس بزنید چند صد میلیارد جمهوری اسلامی ضرر کرده و میکنه. این یه بخشیشه. دوم، حزب الله رو میخوان محدود کنن. عربستان میگه آقا من تا الان حتی قول داده بود 3 میلیارد دلار اسلحه بخرم بدم به ارتش لبنان. گفت نمیدم. کمک‌های مالی دیگه هم به لبنان نمیکنم. من برم اونجا کمک بکنم که یه دولت نیمبندی باشه که حزب الله لبنان کشور گروگان گرفته که دلش میخواد از طریق جمهوری اسلامی انجام میده. سیاست جمهوری اسلامی بر جلو. نه، من پولم نمیدم. فشار به حزب الله رو برد بالا. عربستان و کنفرانس اسلامی همه اومدن حزب الله رو تروریست اعلام کردن. نجاش چی میشه؟ این جمهوری اسلامی اتبعت حزب الله، اینا صدها بنگاه اقتصادی مالی تروریستی همه جور تو کشورهای خلیج، دبی، آفریقا همه جا دارن. خب این وقتی شما گفتید تروریست، از هیچ بانکی نمیتونن استفاده کنن. یعنی کل شبکه اینا رو مورد تهدید قرار میدن. خیلی ابعاد زیاده. اینکه تمام مقامات جمهوری اسلامی دارن جیغ و داد میزنن از ناراحتی به خاطر اینه. این آغاز راه ما داریم صحبت میکنیم. اینقدر اینها فشار رو بالا خواهند برد تا جمهوری اسلامی بهای گزافی، صد البته عجیب، مردم ایران خواهد داد برای این قضیه. ممنونم آقای دایی، کاملا اشاره درستی کردید. نیکا هنگ، اگه برگردیم به همین موضوع و این رأیی که صادر شده، بخشی از این اتفاقات در بیروت انجام شده در سال 1983 و حالا دولت لبنان یا سفارت لبنان چه موضع‌گیری در این زمینه داره؟ این رأی آمده، به هر حال کشور او کشور میزبان حادثه تروریستی بوده، نقش ایران در اون کاملا معین و مشخص تایید شده، و بعد هم حالا دولت لبنان چه موضع‌گیری در این زمینه داره؟ من البته بررسی نکردم که بخواد ببینم دقیقا دولت لبنان در این مورد به خصوص چه راهکاری رو میخواد دنبال بکنه، اما با توجه به اینکه در طی سالهای اخیر رابطه جمهوری اسلامی باعث قدرت گرفتن حزب الله نه فقط به عنوان یک نهاد شبه نظامی بلکه به عنوان یک نهاد سیاسی شده و تونسته سهم زیادی از تصمیمات رو در لبنان بگیره،
متاسفانه من فکر نمی کنم که شاهد اتفاق مهمی از این جهت در لبنان باشیم. یک نقطه هم البته من اینجا یادآوری کنم، میدونید که یک شهروند لبنانی که داره اقامت آمریکایی هم هست در تهران الان زندانی هست، آقای نظر زکا، که ایشون هم تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی دولت لبنان و به واسطه فشار حزب الله برای پس گرفتن ایشون هیچ اقدامی نکرده، به خاطر اینکه ایشون متهم است که رابطه کاری با ایالات متحده آمریکا داشته و به ایران رفته به دعوت معاون رئیس جمهوری ایران و بعد سپاه پاسداران ایشون رو دستگیر کرده و اطلاعاتی از طریق ایشون به دست آورده و بعد از اون بود که تعدادی از ایمیل های کارکنان دولت آمریکا هک شد که حدس می‌زنن ارتش سایبری ایران با داشتن اطلاعاتی از ایمیل های ایشون و ارتباطایی که ایشون با برخی از کارمندان دولت اوما داشته تونسته اون ایمیل ها رو هک کنه. به هر ترتیب من انتظار ندارم که دولت لبنان بخواد اقدامی بکنه و به واسطه قدرتی که الان حزب الله داره، به واسطه حضوری که جمهوری اسلامی در لبنان داره. ممنونم آقای دایی عزیزم. موضوع شکایت از مقامات و یا سران جمهوری اسلامی یا چارچوب و ساختار کشور رو شما اشاره کردید که نه فقط برای دریافت غرامت بلکه برای اعاده دادخواهی بایستی باشه. فکر میکنید چرا با توجه به اینکه خود شما درگیر یک پروسه بزرگ دادگاهی شدید، تونستید گروه نایاک رو هم در اون دادگاه شکست بدید، یعنی این تجربه رو دارید، تا جایی که خیلی از ایرانی ها میدونن پروسه دادگاه و دادگاه بازی و وکیل بازی در آمریکا بسیار پروسه پرهزینه و سختی است، چه راهکاری رو شما به عنوان تجربه شخصیتون در این راهکار میتونید ارائه کنید که مثلا من شهروند ایرانی آمریکایی که این آسیب رو دیدم یا مشمول این اتفاقات شدم، بسیاری از خانواده، بسیاری از کسانی که در ایران کشته شدند، پدرانشون به زندان افتادن، بسیاری از اعضای جامعه بهایی یا کسانی که در ایران واقعا زندگیشون رو از دست دادن الان در آمریکا زندگی میکنن یا در کانادا زندگی میکنن، اینها میتونن برن در دادگاه ها و اقامه دعوا کنن، چه راهی رو شما پیشنهاد میکنید؟ عرض کنم که ببینید بخش حقوقش و واقعش من نمیدونم، یه بخشی هستش یه سری تلاش های صادقانه ای از طرف یه عده از ایرانیان شد از طریق دادگاه جنایی جزایی بین المللی که اون جواب نداره، یعنی مسیر مسدود بود، چون باید اون رو یه دولت ها شکایت بکنن، مثلا شورای امنیت دخالت بکنه که قوام چیزی هم که عملی نیستش که. بنابراین خب یه بخشش اینجوری بود که یه سری انرژی ها و امیدها همه هدر رفت. یه دمی وسط اول میخوام لغت استفاده کنم، کلاشی، دنبال کلاشی بودن، هموطنان رو کشیدن برای اینکه پول به جیب بزنن. یه سری هم از این اصلاح طلبا دکان باز کردن الکی، مثل آقای گنجی، ما بریم شکایت کنیم از سید علی خامنه‌ای، کلی طیف و دور خودشون جمع کردن برای هیچی، که به اصطلاح اون تمایلات واقعی برای به اصطلاح دادخواهی رو اینا رو به بیراهه ببرن. درست؟ حالا الان در حقوقی یه تجربه هم آقای نیکاهنگ دارن در کانادا که بالاخره قربانیان شکنجه و اینها میتونن شکایت کنن. واقعش اینه که باید یه سری از نظر حقوقی بیاد اول چشمانداز رو ببینیم با توجه به اینا چه چشمانداز ها و مسیرهای بازه، بعد که اگه واقعا یه چشمانداز روشنی بود این برای هموطنان توضیح داده بشه، یعنی واقعا ببینن که چشمانداز هم، من مطمئنم که خیلی از هموطنان که در خارجن هم امکانات مالی دارن هم امکانات سیاسی و میتونن حمایت جدی بکنن، اون موقع راه باز خواهد شد. بنابراین گام اولش شناسایی اینه که آیا چشمانداز قانونی به چه صورتی هست که این رو ما بیام در مقابل هموطنان به طور روشن بازگو بکنیم. ممنونم آقای کوثر. شما و کانادا، ببینید نکته که وجود داره در کانادا یک موردی بود که به واسطه که من شاهد دادگاه بودم باش آشنا شدم، اونم مورد معروفی است که یک شهروند ایرانی کانادایی به نام هوشنگ بوذری از مقام‌های جمهوری اسلامی و چند نفر از افرادی که اعتقاد داشت نقش داشتن در ربایش ایشون، شکنجه ایشون، اعدام‌های به قول معروف نمایشی، یعنی کسی رو طناب دار رو گردنش می‌ندازن و رها می‌کنن و اون فرد مدت‌ها در ترس به سر می‌بره چون ممکن یه نفر بزنه زیر چارپایه، و ایشون حدود 8 ماه در بازداشتگاه توحید شکنجه شده بود
ایشون شکایت کرد در سال 2001 ابتدا از جمهوری اسلامی، اما دولت کانادا به واسطه قانونی که اون زمان داشت مسئولیت میداد به دولت ها، و از سال 2005 شکایت کرد از مقام ها و شهروندانی که در حقیقت نقش داشتن. خب تا حدی هم نتیجه گرفتن که دادگاه در سال 2011 به خاطر اینکه کسی از خودش دفاع نکرد به طور پیشفرض اون افراد رو از جمله مهدی هاشمی رو در حقیقت محکوم دونست، منتها پرونده در مورد مهدی هاشمی به این دلیل برگزار شد که ایشون از ایران خارج شده بود در اون زمان و دانشجوی دانشگاه آکسفورد بود و به عنوان یک شهروند آزاد داشت در خارج از ایران زندگی میکرد در کشور انگلستان که قوانینی مشابه قوانین کانادا داره، و به دلیل قوانین کشور مشترک المنافع امکان این بود که حتی ایشون رو تحت فشار بگذارن در انگلستان، که خب آقای مهدی هاشمی یک سال بعد از صدور اون حکم نهایتا به ایران بازگشت، چون احتمال این رو میداد که اگر این دادگاه به نتیجه برسه ممکنه دادگاه به حساب سوء استفاده مالی توتال که شرکت توتال گفته میشه نزدیک به 80 تا 100 میلیون یورو به ایشون رشوه پرداخت کرده بود، باعث شد که به دولت آمریکا بوده 400 میلیون دلار جریمه بده. خب دولت کانادا به واسطه قوانینی که بعداً وضع شد در سنای این کشور، در پارلمان این کشور، که امکان شکایت از دولت‌هایی که حامی تروریسم هستن یا به عنوان تروریست شناخته میشن رو فراهم کرده بود، باعث نگرانی های شد که از اون به بعد میدونیم که تعدادی پرونده در کانادا تشکیل شد و امکان این هست که بخشی از دارایی های جمهوری اسلامی که در کانادا وجود داره ضبط بشه و به شاکیان که تعدادشون هم شهروند آمریکا هستن داده بشه. در کانادا خب این مسئله تا حدی به عبارتی جلو رفته بود، اما هنوز ما نتیجه قطعی از این تغییر و تحولات در چارچوب قانون رو ندیدیم. با این وجود مثلا الان دولت جمهوری اسلامی که یک خانه فرهنگی رو در شهر تورنتو داشت که با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در اتاوا ارتباط داشت و در زمانی که آقای فاضل لاریجانی مسئول اون مرکز بودند ایجاد شده بود، خب این رو ساختمون رو توقیف کرد در سال 2013 فکر میکنم، و ماجرا همچنان مورد بحث است. و اگر بخواد رابطه میان دولت جدید لیبرال کانادا با جمهوری اسلامی برقرار بشه، عده ای از حقوقدان ها ممکن هست مجددا بیان مسئله رو مطرح بکنن، کسانی چون اروین کاتلر که قبلا وزیر دادگستری کانادا بوده که اونم البته استاد دانشگاه هست و از دوستان آقای پیام اخوان استاد شناخته شده ایرانی دانشگاه مکیل و قبلا نماینده مجلس بوده و با مسائل نقض حقوق بشر در ایران هم بسیار آشناست. به نظر من چنین مسائلی ممکنه در کانادا با وجود اینکه خیلی امیدوار هستن که طرح نشن، ولی ممکن است اونجا مجددا طرح بشه. متشکرم آقای کوثر عزیز. آقای دایی، آقای کوثر اشاره کردن به اسم دکتر پیام اخوان، اسم آقای اخوان ما رو یاد دادگاه ایران تریبونال میندازه. آیا فکر میکنید تجربه این دادگاه‌های به ظاهر نمایشی که به جهت حقیقت‌یابی انجام میشد در مورد کشتارهای 60 میتونه تجربه ای باشه که راهکار قرار بگیره برای این اقامه‌های دعوای جدید در این خصوص یا نه؟ بسیار خوب، مسلما 100% هست. و واقعش اینه که ببینید یه مسئله بالاتر از اون هست و مسئله فضای سیاسی که درست میکنن. یعنی اینو وقتی فضای سیاسی جمهوری اسلامی و لابیهاش و طرفداراش و عاشقانش و مریدانش در خارج کشور، وقتی یه فضای درست میکنن که شما جرئت نمیکنی به حسن روحانی یا ظریف بگی بالای چشت ابروز، اینا رو نماینده مشروع مردم ایران معرفی میکنن، دیگه راه شکایت و اینا به فضا رو میخوان ببندن. من یادم وزیر خارجه کانادا برد موقعی که اون انتخابات قلابی بود و روحانی شده بود رئیس جمهور و کابینه تشکیل داده بود، فکر کنید تو کابینش مصطفی پور محمدی قاتل قتل عام سال 67 شده بود وزیر دادگستری، این حسین دهقان هم که در عملیات تروریستی همین لبنان 1883 مسئول حزب الله بود و اینجا شده وزیر دفاعش، آقای جان برد وزیر خارجه کانادا که آقا انتخابات در ایران نیستش، که ما انتخابات در ایران قلابیه، تومار امضا کردن تو کانادا، یه عده‌ای که یکیش دوماد آقای مصطفی تاج‌زاده است تو همون
کانادا تو ما رو امضا کردن، صدها نفر نامه به جانبل که بیا معذرت بخواد مردم ایران که چرا گفتی روحانی انتخابات قلابی. ببینید یه کاری میکنن که حتی اعتراض بکنی به قلابی بودن انتخابات یا گریبان تو بگیرن که چی بشه؟ که شما نتونی بگی بابا اینا ظریف 30 چند سال دیپلمات این حکومته، هر جنایتی کرده اومده تو خارج توجیه کرده، کارش این بوده اصلا توجیه جنایات رژیم، روحانی تو جنایت دست داشته. خب ما باید فضایی بشه که ایرانی ها بفهمن که بابا اینا قاتل مردم ایرانن. هی ما یقه خارجی ها رو میگیریم میگیم چرا مماشات میکنی؟ آخه ایرانی ها باید متوجه بشن که آقا ما وظیفه داریم. الان روز کارگر فردا، این کارگران ایران دارن خورد میشن تو ایران، سندیکاها و تشکلهای قلابی کارگری درست کردن، قلابی تو خارج جا میندازن به نام نماینده مشروع کارگران. همین کار که با روحانی کردن، روحانی کردن نماینده مشروع مردم، این تشکلهای قلابی رو که خب ما وظیفه‌مون مقابله کنیم با این دروغ. ما وقتی با این دروغ مقابله کنیم راه باز میشه برای دادخواهی، راه باز میشه برای اینکه بابا پینوشه رفت لندن گریبانش گرفتن، دو سه ماه اونجا گیر افتاد، می‌خواستن بکنن زندان برای شکنجه و جنایتی کرده بود، و همین یکی از چیزایی بود که باعث شد که حکومت آرام آرام واگذار کرد پینوشه. قشنگ پا میشن میان نه تو اروپا میگردن روحانی ظریف میگردن لبخند میزنن به ریش همم میخوان بخندن. میدونید داستان اینجاست. ممنونم آقای دایی، بحثی است که بایستی در برنامه مستقل بهش بپردازیم. به امید خدا در آتی نشندان دورنیک آهنگ عزیز، 2 دقیقه تا پایان برنامه امروز شما جنبندی بفرمایید. البته خیلی ممنون که الان بهم نگفتین نیک آهنگ دایی، والا نیک آهنگ عمه، من خیلی متشکرم از شما. عزیز گفتم. ببینید اولا نکته خیلی مهم به نظر من این هست که اگر شهروند ایرانی مسئولیت رو بدون که از خودش شروع میشه در مقابل جنایت‌هایی که در قبال همسایگان، هموطنان و افراد دیگر بشریت شکل گرفته از طریق جمهوری اسلامی سکوت نمی کنه، و این سکوت، سکوت مرگبار به نظر من باعث شده جمهوری اسلامی در جایگاهی باشه که وقتی جریمه میشه به خاطر جنایت ها و نقشی که در کشتار افراد داشته در جای جای دنیا محکوم میشه، بدونی که کسی اشاره بکنه به اون جنایت ها، همه نگران اون 2 میلیارد دلار پول هستن، مثل اینکه جان انسان ها ارزشی نداره. به نظر من اینها برای من شهروند ایرانی یک درس هست که بدونم حتی بعد از سالهای سال میشه در قبال جان شهروندها مسئولانه برخورد کرد، و کمپینهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد ایران که فقط به مسائل بعد از انتخابات 2009 میپردازند میتونن بیان و وقتی رو بگذارن صرف بکنن بدون این که لابی مورد علاقه شون دوچار زیر سوال نره، بیان راجع به جنایت هایی که در طول 37 سال گذشته شکل گرفته از شب قبل از 22 بهمن تا امروز اونها رو مطرح بکنن و و کسانی که در حقیقت نقشی در جنایت ها داشتن رو شرمنده بکنن، نه برای انتقام گیری بلکه برای نشون دادن این که مسئولیت جان انسان ها بسیار زیاده و کسانی که نقش داشتن در جنایت ها بایستی شناسنده بشن و مردم بایستی اونها رو شرمنده کنن. ممنونم نیکاهنگ کوثر از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، و جناب آقای حسن دایی از ایالت کانتیکت در شمال شرق ایالات متحده که همراه ما بودید. و